نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در علم خداوند تبارک و تعالی بود. گفتیم به سه دلیل میتوان اثبات کرد که انه تعالی عالمون. دلیل اول این بود که آدم آدم محکم و متقن و دارای نظام است و از این نظام و اتقان و احکام میتوان فهمید که خالق آن دارای علم فوق العاده سرشاری است. بیان دلیل اول رو گفتیم و گذشت. دلیل سوم رو هم مقدم بر دوم داشتیم. گفتیم استناد و کل شیئن الیهه، همه چیز مستند به ذات واجب تعالی است و این استناد دلیل بر این است که او عالم است به آنها، چیزی که معلول وجود خداوند است خدا به معلولاتش آگاه. این رو هم دلیلش رو بیان کردیم و اثبات کردیم. باقی ما دلیل دوم که گفتیم باید تازه نفس باشیم و این مقدار پیچیدگی دارد و حلش کنیم. البته دقت بفرمایید، مسئله نیست که انسان با دقت نتواند تشخیصش بدهد. دلیل دوم این است از مجرد بودن سلام علیکم، از تجرد ذات پاک خداوند میخواهیم علم پیدا کنیم، بر این که او عالم است هم به خودش و هم به ما سوا. از راه تجرد میخوام وارد بشیم. خدا مجرد، بعد ثابت کنیم چون مجرد است هم عالم به خود است هم عالم به ما سوا. خوب دقت کنید، مقدمش روشنه. دو تا مقدمه اینجا داره، یه صغرا و یه کبرا. صغراش چیه؟ انه تعالی مجرد و خدا مجرد، این صغرا. کبرا چیه؟ کل مجردن عالم به نفسی و به غیره. اینم کبرا. ما دونه دونه باید ثابت کنیم بیم جلو. اما صغرا، انه تعالی مجرد، این مطلب مطلب واضحی است که اینجا صحبتش نمیشه، اما در بحث‌های آینده صحبت می‌شود. خدا مجرده یعنی مادی نیست، یعنی جنس نیست. ما در مباحث صفات سلبیه، یکی از صفات سلبیه رو این میگوییم که انه تعالی لیس بجسم، نه جسم است و نه عوارض جسم. بنابراین مجرد می‌شود از جسم و ماده. اینو در بحث آینده، بحث صفات سلبیه که خداوند جسم و ماده نیست، ثابت میکنیم این نهو تعالی مجرد. فرق نداره با اون حالتی که انسان وقتی میدونه در آن برزفت هست، اونجا انسان مجرده، اونم یه نوع تجرده، منطقه اون تجرد با این تجرد تفاوت داره. اون تجرد برزخیست، این تجرد مطلق و کامله. راجعه فرمود که ما در بحث تجرد ذات پاک خداوند این مطلب رو اشاره انشاءالله خواهیم کرد.
فعلا اینو به عنوان اصل موضوع ما تعبیر میکنیم، به عنوان یه مطلب مسلم باید بپذیرید تا در بحث آینده صحبتش بشود که خداوند تبارک و تعالی جسم نیست، ماده نیست، عوارض ماده نداره، ما فوق ماده و عوارض ماده است. این نام تعالی مجرد. این مقدمه اولا و سقراست که حواله بر بحث صفات سلبیه است. میاد انشاءالله. مهم برای ما اثبات کبراست، نمیدونم تجرد ذات خداوند رو ثابت کردن کار مشکلی نیست، کبرا رو باید ثابت کنیم. کبرا چی بود؟ هر مجردی کل مجردین عالمون به نفسی و به غیرهی. کبرا همیت که ثابت کردنش خیلی آسانه، کل مجردین عالمون به نفسه. این مقدار از کبرا، هر مجردی عالم به خویشتن است. این دلیل چندانی نمیخواد، به علت این که علم گفتیم عبارت از چیه؟ حضور شیم عند مجرد یا حصول و شیء عند مجرد لمجرد فرق نمی کنه. خب وقتی علم حقیقتش حضور چیزیست در نزد مجردی یا حصول چیزیست برای مجردی، خب ذات پاک باری تعالی برای خودش حاصله یا نه، حاضره یا نه، این خودش دیگه، خودش برای خویشتن حاضر است. از همه چیز نزدیکتر به ما خود مایی، از همه چیز نزدیکتر به ذات باری خود ذات باری است. انهو حاصل لذاته، انهو حیث. بنابراین خداوند تبارک و تعالی آدمون به ذاتهی لنهو مشردون، هر مجردی پیش خودش حاضره. حقیقت علم حضور شیء است عند مجرد، و این حقیقت حاصل است به ذات واجب تعالی به بهترین وقت. اینش هم بحثی نداره. باقی من یه جزی از کبرا، کبرا دو جز داشت، یه جز داشت انهو عالم به نفسه ای، کل مجردین عالم به نفسه ای، و که این ثابت کردیم. جز دوم کل مجردین عالمون به غیره، این احتیاجی خود بحث داره. مرحوم علامه برای اینکه اثبات کند هر ذات مجردی عالم به غیرهش هست، سه تا مقدمه کوتاه و فشرده بیان کرده که اگر اینا از هم جدا کنید پیچیدگی بحث حل می شود. اول این مقدمه که ایشون دارد این است: کل مجردن امکن ان یکون معقولا وحدت، کل مجردن امکن ان یکون معقولا، کار به عاقل نداری ما، معقول کل مجردین امکنه ان یکون معقولا وحده، هر ذات مجردی ممکن است به تنهایی معقول باش، به تنهایی میتواند معقول باش. عجبه، این یک مقدمه. حالا ثابت میکنیم اینا یعنی چیزی که مجرد شد خودش به تنهایی بدون اینکه مقارن چیز دیگری باشد میتواند معقول عاقلی باشد، میتواند معقول عاقلی بوده باشد. یعنی اگر در آدم یه مبدع عقلی وجود داشته باشد، هر مجردی در مقابل این مبدع عقل معقول است، اون عقل عاقلی مجرد است. هر مجردی به تنهایی میتواند معقول عاقلی گردد، این یه مقدمه. این مقدمه اول دلیلشو پاش بذاریم که دیگه برنگردیم. چرا؟
لماذا کل مجوده میتواند به منهای معقول باشه؟ دلیل میاره مرحوم علامه، میگوید به این دلیل که چیزی که مزاحم تعقل است ماده است، حجاب ماده است. وقتی حجاب ماده برداشته شد، بنابراین هر مجردی میتواند معقول گردد. آنچه مانع معقولیت است حجاب ماده است. حجاب ماده برچیده شد، هر مجردی میتواند معقول گردد. یه مقدمه گفتم. چند تا مقدمه داره؟ سه مقدمه. این مقدمه چیزایی که ماده داره همین که ما عاقل ما باشیم و معقول ما باشن میشود، اما ممکن است مزاحماتی بینش باشه. مثلا فرض کن یه چیز مادی پشت این دیوار قرار میگیره و چون پشت این دیوار قرار گرفته حجابی داره و شما نمیبینی، اما مجرد که پشت این دیوار قرار نمیگیره، ماده است که پشت این دیوار قرار میگیره، از محتوای این صندوق من بیخبرم. چرا از محتوای این صندوق در بسته من میخبرم؟ چون مادیه. ماده که شد در صندوق جا میگیره و از نظر من تنها میشه. اما اگر مجرد بود دیگه این صندوق و این دیوار و این تشکیلات حجابی برای او نمیتوانست بشود. درسته؟ تجربه من اگر مجرد بود من میتوانم، یعنی قادر بر تعقل آن هستم، حقایق مجرده رو میتوان درک کرد، معقول باشه. اما حقایق مادیه ممکن است خاطر مادی بودن مسئول ماوراء ماده بشود و این حجاب ماده مزاحم بشود و من نتوانم درک و تعقل بکنم. ماده با غیر وحدت هم معقوله. ماده با غیر وحدت اونم معقوله. یعنی چه ماده با غیر وحدت؟ فکر معقول هم وحدت ما اصلا در مقابلش میشه که دیگه ماده، یعنی مقابل ملاده از وحدت، یعنی کار به مقارناتش نداریم. خودشون منهای مقارنات میتوانیم تشخیص بدیم. اگه چیزی مجرد شد خودشو منهای مقارنات او میتوان تشخیص داد. منظور قید وحدت عدم وجود مقارنه، یعنی صرف نظر از وجود مقارن که در مقدمه دوم میآید. حالا من دو تا مقدمه دیگرم بگم، باز دوباره برمیگردیم روش، اونچنان بحث کنیم که دیگه مشکلی باقی نمونه. و اما مقدمه دوم، هر چیزی که ممکن است به تنهایی معقول باشد مقارن دیگری هم میتواند معقول باشد. هر چیزی به تنهایی میتواند معقول باشد، معقیرهی هم میتواند معقول باشد. در واقع اینطوره، کل ما امکن ان یکون معقولا وحده یمکن ان یکون معقولا مع غیره. هر چیزی تک و تنهایی میتوانه معقول باشد، همراه دیگری هم میتوانه معقول باشه. این چرا دلیل اینش؟ دلیلی که برای این ذکر می کنند عبارت است از این دلیل. دقت کنید، میگن برای این که هر موجودی حداقل مقارن امور عامه هست، کل موجود حداقل همراه با امور عامه هست. منظور از امور عامه که میدونی همی چه؟
امور عامه اموری است که وصف برای تمام عالم هستی میتواند باشه. هر کس سکونی که فرمودید امور عامه نیست، امور عامه است در ماده. ما امور عامه در کل عالم هستی وجوب امکان از امور عامه است. وجوب امکان رو هم وقته از امور عامه است، به علت اینکه موجودی پیدا نمی کنید که یا واجب یا ممکن نباشه. داریم الوجوب و الامکان من الامور العامه. چرا؟ به علت اینکه وجودی پیدا نمی کنید که خالی از این دو باشه، از واجب تعالی گرفته تا ممکنات و اجسام، یا این است که واجب یا ممکن. اینا جز امور عامه. علت و معلوم جز امور عامه است. هر چیزی در عالم یا علت یا معلوم. شیئیت شیئ چیز، همین چیزی که در فارسی میگیم. این کلمه شیء مفهوم شیء مفهومی که به ذهن میاد از شیئیت به خدا گفته میشه. بله شیء اون لاکن اشیا شیء ایست، اما با بقیه اشیا فرق داره. به واسطه الله شیء گفته میشه یا نه گفته میشه؟ شیء از امور عامه است. وجوب امکان از امور عامه، منظور از امور عامه اون چیزهاییست که یشمل جمیع الوجود و برای همه وجودات هست. خب پس کل موجوده لا یخلو از امور عامه، درسته؟ حالا که اینطور شد، پس اگر شما چیزی را تعقل کردید امکنه ان یکون معقولا، اگر چیزی ممکن شد معقول واقع بشه به تنهایی، معقول با غیرش هم هست، زیرا غیر همیشه هم باشه هست. غیر یعنی امور عامه ها، امور عامه همیشه هم با چیزی هست. اگر شما چیزی را تعقل کردی به تنهایی، تنها نیست، یا علت یا معلوله یا واجبه یا ممکنه، دارن شیعون من الاشیاء. پس هیچ وقت شما چیزی به تک و تنها تعقل نمی کنید. این مقدمه دوم بود. کلو ما امکنه ان یکون معقولا وحده، امکنه ان یکون معقولا مع غیره. هر چیزی به تنهایی معقول واقع میتواند بشود، میتواند معقول واقعیش بشود. چرا؟ به علت این که لااقل همیشه غیری با هر چیزی هست و این غیر امور عامه است. تکرار میکنم، لااقل هر چیز غیری با او هست و این غیر همون امور عامه است. این مقدمه دوم هم انشاءالله خان دوم هم به سلامت ازش گذشت. و اما مقدمه سوم، هر چیزی که میتواند با دیگری معقول باشد، خود عاقل اون دیگر است. تکرار می کنم، هر چیزی که میتواند با دیگری معقول باشد، خود عاقل اون دیگر است. کلو ما امکن ان یکون معقولا مع غیره فهو عاقل له. هر چیزی که با دیگری معقوله عاقل اون هم هست. همین مسئله ای که گفتیم موجودات دلش میاد، گفتیم فلان موجود معقول است، معقول برای منه، من تشخیص میدم فلان موجود را، فلان موجود مجرد را،
معبود برای من. حالا که معبود برای من شد، خب وقتی اون به ذهن من آمد، وجوب امکانش هم به ذهن من میاد، علت و معلوم بودنش هم به ذهن من میاد، شیء من الاشیاء بودنش هم به ذهن من میاد. نمیاد وقت چیزی به ذهن من آمد، خب شیء من الاشیاء بودنش هم به ذهن من میاد، معقول بودنش هم به ذهن من، چیز علت و معلوم بودنش هم به ذهن من میاد و امثال زاده. توجه فرمون شیعه آقل اون دیگه ها. حالا چرا آقلش؟ این دلیلش، دلیل میخون که دلیل نه آقل بگیم کلو ما هم که رجعون معقولم نعقیرهی فا با آقلونه. چرا آقل آن هست؟ علامه دلیلش این میگه، میگه اگر اونو تعقل نکنی لابد احتیاج دارد به یک حالت انتظاریه دیگه. اگر این که با اون معقول شیعی واقع شده اگر عاقل آن نشود و اگر درک اون نکند، لابد چی؟ لابد یه چیز دیگری لازم دارد. اون چیز دیگر که لازم دارد ببینیم چیه. ایشون میگه چیز دیگری که لازم داره، لابد معنیش اون چیز دیگر عبارت از این است که مقارنتی با این پیدا بکنه تا اون رو تعقل کنه. لابد باید مقارنتی با این پیدا کنه تا اون تعقل کنه، در حالی که ما فرض کردیم مقارنت با اون داره. بنابراین حالت انتظاری دیگر برای تعقل باقی نمیمانه. تکرار میکنه، اگر این شیئی که با دیگری معقول واقع شده عاقل اون شیئ نشود، لابد به خاطر این است که حالت انتظاریه و مقدمه دیگری میخواهد. این مقدمه دیگری که میخواهد چه میتواند بوده باشد؟ لابد معنیش این است که باید یه مقارنتی با این داشته باشد، در حالی که مفروض کلام ما این است که این مقارنت حاصله، فرض کردیم این با او محبوله و به تعبیر ساده تر این با مقارناتش چون نزد عاقلی حاضر است، خود این دلیل بر این است که این با مقارناتش نزد همه و چون نزد همه هم تعقل اونها رو میکنه. این معقول که انسان باشه، انسان که معقول فرض به ملائکه است، این انسان که معقوله با شیعیتش، با وجود امکانش، با چه هست، با این امور عامه است، اینا هر دو معقول فرض کنید ملائکه است، عقل کل است. حالا که معقول شدن معلومش یه مقارنه در پیش اون داره، وقتی داره این معنیش این است اینا نزد هم حاضرن و چون نزد هم حاضرن بنابراین این انسان این امور عامه رو تعقل می کنه. این انسانی که معقول عقل کل واقع شد، این انسانی که معقول فرشتگان واقع شد، معقول بود با مقارناتش، هر دو با هم معقول ملائکه بودن، پس این انسان عاقل مقارناتش هست. چرا؟ به علت این که این مقارناتش نزد او حاصل است، به دلیل این که همه معقولند برای اون عاقل و چون همه معقول هستند بنابراین اینها نزد هم حاصلن و چون نزد هم حاصلن این انسان این مقارنات خودش رو درک می کنه. پس نتیجه می شود ما برای این که اثبات کنیم کل و مجرد عاقل
یه مرحله داریم عاقل اون ذاته، هر مجردی خودش رو درک میکنه، این یه چیز ساده ای است. خب هر مجردی پیش خودش حاضره، حاصله، بنابراین این که واضح. اما یه مرحله این است که ما میخوام بگیم هر مجردی درک دیگری میکنه، فعل جمله دیگری، فعل جمله داره، همه دیگران دست نیست، هر مجردی درک دیگری میکنه. اینو ناچاریم از سه گذرگاه مهم بگذاریم. اول این از هر مجردی میتواند مقبول باشد، این گذرگاه اول به تنهایی میتواند مقبول باشه. دوم این از هر چیزی به تنهایی میتواند مقبول باشد با غیرش هم میتواند مقبول باشه. سوم هر چیزی با غیرش مقبول هست عاقل اون غیر هست و تعقل اون غیر میکنه. برای این سه مقدمه هر کدام دلیلی آوردی، اما این که هر مجردی میتواند معقول باشد دلیلش این بود که حجاب نیست مجرد، پس میتواند تنهایی معقول باشد. اما مقدمه دوم هر چیزی که معقول است به تنهایی با دیگران هم معقول است، دلیل این رو هم آوردی. دلیلش چی بود؟ این است که هیچ مجردی از امور عامه خالی نیست، پس همیشه یه همراهی داره، همراهش لااقل وجود امکانه، علیت و معلولیت است، یه همراهشه. مقدمه سوم هم این است که چیزی که همراه چیز دیگری محبوب شد خود عاقل آن می شود. چرا؟ برای این که اگر عاقل آن نشود لابد توقف بر مقدمه این دارد و اون مقدمه این است که این حاصل نسخون بشود، در حالی که محفوظ کلام ما این است که اون حاصل نسخان هست و دیگر مقدمه دیگری نمی خواهد. سی استدلال رو درباره غیر مجرد هم میشه کرد، نشان مجرد نمیشه. بله این صدا مقدمه رو برای غیر مجرد هم میتونید، چون هم غیر مجرد هم معقول هست، اون مجرد غیر مجرد نمیتونه عاقل باشه. و اشکال این است که غیر مجرد عاقل نمیتونه باشه. این دلیل باشه اون رو نمیشه، چون اصلا مقدره در باره غیر مجرد هم بکار میده. از کردیم حقیقت علم عبارت است از حصول عند مجرد، حقیقت علم برای غیر مجرد نیست، علم مال مجرد. اگر تحلیل حقیقت علم کنیم این برای غیر مجرد فایده نداره. ذات مجرد خدا معبود انسان که در حال تجرد هست میشه؟ بله بله، ذات خداوند معبود من اجماله و مقابلاتی هم همراهش داره. بله امور عامه وجود برای ذات خداوند هست، شیئیت هست، علیت هست. از مقدمه اول فهمیدم که هر مجردی که معقول بگرده به تنهایی، از طریق معنیش که اولا شیئیت رو داشته باشه دیگه. بله پس دیگه معنی نداره که بگیم که مجرد به تنهایی، منظور از به تنهایی منظور لا به شرط نه به شرط لاست، یعنی با قطع نظر چیز دیگه، یعنی صرف نظر، نه اینکه به تنهایی میگیم باید چیز دیگه هم باشه نباشه به شرط لا، یعنی صرف نظر از چیزای دیگر این میتوان معقول باشه. البته این دلیل دلیل ناقص و نامساست. ما میخونیم عبارت و بعد قسمتی از نارسایی این دلیل با تمام پیچیدگی که دارد ما را به جای این دلیل نمیرساند. خود علامه هم یه اشاره اجمالی کرده و فی حوزه دلیل ابحاثون در محلش برمون بشه، خودشون هم قبول نداشته و از جهاتی نظر داشته. منظور ما این است که بفهمید عبارت کتاب چیه و چه گفتن در این زمینه، بعد هم بعضی از اشکالات چه اشاره میکنیم و رد میشیم. اما عبارت الوجه ثانی، وجه ثانی یعنی دلیل دوم،
برای چی در این دوم؟ برای علم خداوند، عادل بودن خداوند. این نهو تعالی مجرد این سوره و کل مجرد این عالم به ذاتی و به غیره ای. این چی؟ اینم کبرا. اما صغرا خداوند مجرده است، فین نهاو این کانت ظاهرتر. صغرا اگرچه ظاهر و آشکار است، لیکن بیانها یکتی فی ما بعد، بیانش بعدن میاد که خداوند تبارک و تعالی مجرده. این در استدلال علا کونهی تعالی، به هنگام استدلال کردن بر بودن خداوند تعالی، لیس به جسم ولا جسمانی، خداوند نه جسم و نه جسمانی. فرق میان جسم و جسمانی چیه؟ عوارض. جسم اون ذات جسمه، جسمانی عوارض جسمه. خداوند نه جسم نه عوارض جسمه، جسمانی به معنی عوارض. خب بعدا خواهیم گفت خداوند نه جسم است و نه عوارض جسم است. و اما کبرا، کبرا چه؟ فلان کل مجرده فین نزاته او حاصلون جزاتهی لاد غیرهی. اما کبرا به علت این که هر مجردی ذاتش برای خودش حاصله، لاد غیرهی. لاد غیرهی یعنی چه؟ یعنی مجرد مثل عوارض نیست خواهیم به غیر باشه، مجرد قائمی به ذاتش دیگه، موجود به غیرهی نیست. و کل مجرد حصل له مجرد فینه عاقل نزال کن مجرد. هر مجردی مجرد نیگری نزد او حاضر و حاصل باشه عاقلش هست یا نیست؟ مگر علم چیه؟ علم همین است که مجردی پیش مجردی باشه. خود علم نه حقیقت علمه، یا مادی پیش مجردی باشه. و کل مجرد حصل له مجرد، مجرد اولی مراد ذات خداونده، مجرد دومی هم ذات خداونده، ذات خدا برای ذات خدا حاصل نیست است. فانه عاقل و نزال کل مجرد، خب خداوند درک ذات خودش میکنه. لعنا لا نعنی به تعقل، ما قصد نمی کنیم به تعقل علم الا الوصول. اگر علم چیه؟ تحلیل معنی علم چیه؟ علم چیزی جز حصول نیست. فعزن کل مجرده فنهو عاقل ذاته، بنابراین هر مجردی عاقل ذاتش هست. تا اینجا معلوم شد با اینکه بحث میکنم. بریم سراغ این است که جزء دوم کبرا، چون کبرا دو جزء داشت، عاقل ذاتش هست، عاقل غیرش هم هست. حالا میخوام بگیم هر مجردی عاقل غیرشه، این رو هم ثابت کنیم. و اما این نکل مجرد این عالمون به غیرهی، هر مجردی عالم به غیره است. سه تا مقدمه داره، علامت میذارید یک دو سه میریم جلو. فلعن این مقدمه اولاست، یک فلعن کل مجردین امکن ان یکون معقولا و کل ما یمکن ان یکون و معقولا وحده بله امکن یکون معقولا منده. این حالا اولش هم این نکل مجرد امکن ان یکون معقول، این مقدمه اولاست. هر مجردی ممکن است معقول باشه. چرا؟ دلیلش رو پایین میاره، میگه چون اگر ایو اشکالی تو کار باشه لابد به خاطر جسمه، به خاطر ماده است، حجاب ماده که بعد چیده شد کل مجرد این یمکنن یکونه معقول نه. این مقدمه اول.
و کل این مقدمه دوم، از کل مقدمه دوم شروع میشه. و کل ما یمکن ان یکون معقولا وحده امکن ان یکون معقولا مع غیره، هر چیزی به تنهایی، کل ما یمکن، هر چیزی میتواند، ان یکون معقولا وحده یعنی به تنهایی معقول میشود، امکن ان یکون معقولا مع غیره یعنی با غیرش هم میتونه معقول بشه. دلیلش چی بود؟ هم امور عامه بود که الان تو عبارت میاد. این دو مقدمه. مقدمه سوم چیه؟ و کل مجرده یو اقل و معقیره فینه و آقل و بزارده. ای هر مجردی با غیرش معقول میشود، خود این مجردی که معقول شده آقل این غیر میشه، آقل این همراهش میشه، چون هر دو اجازه، هر دو پیش هم هم، حالا که هر دو پیش هم هم، پس این اون رو تعقل میکنه، این مجرد معقول همراهش رو تعقل میکنه، همراهش رو درک میکنه. پس سه تو مقدمه رو در عبارت از هم جدا کردیم، یک دو سه. حالا ایشون میاد این مقدمات سگانه رو دونه دونه ثابت میکنه. اما سقوط المعقولیت کل مجرد، این مقدمه چندم اولاست، سقوط معقولیت کل مجرد یعنی هر مجردی به تنهایی میتونه معقول باشه. فظاهرون، ظاهر است که هر مجردی میتونه معقول باشه. چرا؟ لأن المانع من التعقل انما هو الماده، ناقه ماده هجابی، این هجاب که برچیده شد دیگه مانعی از تعقل نیست. درست این مقدمه اولا ثابت شد، چند بار تکرار کردیم. و اما صحت و تقارن فی المعقولیه، مقدمه دوم، صحت تقارن با دیگری در معقول واقع شدن، دلیلش چیه؟ فلعن کل معقوله فإنه، این معقول لا ينفك عن الامور العامه، خالی از امور عامه نیست، دیگه امور عامه رو براتون شرح نداده، خودتون از خارج میدانید که امور عامه اون اموری هست که بالاخره یعرض الموجود به جمعی اقسامه، از واجب تعالا گرفته تا ممکن، اینها رو میگن امور عامه، مثل شیعیت و امکان و وجوب و علیت و معلولیت و امثال اینها که فلسفه دو رقم بحث داره، یکی بحث امور عامه دارد که از این کلیات سخن میگوید، یکی هم بحث درباره غیر امور عامه است که وارد الهیات و فلکیات و جسمانیات و نفوس و اینها می شود که اون بحثایی دارد. خیلی. و اما ثبوت العاقلیت، این مقدمه چندومه؟ سوم. ثبوت عاقلیت نهزن یعنی حالا که همراه دیگری محبوب شد، فلن امکان مقاومت مجرد غیر، امکان، این عبارت فقط دقت کنید، امکان مقابله مجرد با چیز دیگر لا یتوقف علی الحضور فی العقل، گفتیم این حالت انتظاری دیگری نداره، اگر چیزی با دیگری میتواند محبول بشود عاقل اوست، و برای عاقل بودن حالت انتظاری نداره. حالت انتظاری چیه؟ این است که حضور در عقل پیدا کنه، یعنی اون مه، اون چیزی که همراهه، بیاد حضور در این مجرد پیدا بکنه. نه این دیگه نیست، به علت این تحصیل حاصل، این با اون معقول شده، همراه اونه. بازم شما میگی این منطق این است که این با او باشه، خب با او بودن که حاصله، لأنه نوع من المقارنه،
این که میگید باید حصول لهو پیدا کنه یا تعقلش تا تعقلش کنه، خب این حصول له همون مقاومته، این مقاومت که حاصله لعنهو، این زمین نهو به چی برمیگرده؟ به حضور در عقل. این حضور در عقل نوعی از مقاومت است، این که حاصله، این تحصیل حاصل میشه. فیتوقف و امکان و شی علا سبوش، این میشه امکان چیزی بر وجود فعلیش متوقف بشود. بگیم این ممکن بودنش منوط به این است که وجود بشه، ممکن بودنش منوط به این است که وجود بشه، معنا نداره. شما میگید این که میخواهد این معقول همراهش رو تعقل کنه منوط به این است که این نزد او حاصل بشه. بابا این معیت همون نزد او بود، مگر معیت چیزی بود غیر از نزد او؟ اگر شما متوقف کنید به این که نزد او حاصل بشه، معنیش این می شود معقول واقع شدن، امکان معقول بودن است مشروط به این است که همراه او باشه. خب همراه او که هست، این لازم میاد امکان چیزی متوقف بر وجودش بشه، همچین چیزی محاله. به تعبیر میگه اگر تعبیر کرده بودن تحصیل حاصل، این تحصیل حاصل هست، عبارت از نوع تکرار میکنه. و اما ثبوت عاقلیت این ازن، حالا که هر دو با هم هستن معقول واقع شدن، عاقل دیگری می شود، این همراهش رو تعقل می کنه. چرا؟ به علت این که امکان مقاومت مجرد للغیر، همین امکان مقاومت کافی های تعقله، همین کافی. دایه توقف علی الحضور فی العقل، توقف بر چیز دیگری ندارد که حضور در عقل بوده باشه، که میگیم این غیر حضور در این وعده معقول داشته باشه. چرا؟ زیرا لعنهو، این حضور نوع من المقارنه است، این خود نوعی از مقارنت است، اون مقارنت که حاصل بود، چیزی که حاصله که تحصیلش نمی کنم. بله؟ نه با حضور برمیگرده، لای توقفو، این متوقف علیه، این واضحه که این برمیگرده لعنهو، بله، یعنی لعن این حضور در عقل نوعی از مقارنته، و ما فرض کردیم مقارنت داره. فیتوقفو امکان و شیعه، یعنی امکان مقارنت متوقف از ثبوت مقارنت میشه، امکان مقارنت متوقف بر ثبوت مقارنت میشه. خب امکان مقارنت متوقف بر ثبوت مقارنت یعنی چی میشه؟ این تحصیل حاصله. خب اگر ثابت مقارنت، این امکان برای چی میشه؟ و هو باطلون، این باطل است، چیزی ثبوتش توقف بر امکان، امکانش توقف بر ثبوتش داشته باشه، یعنی تحصیل حاصل ما. و امکان المقارنت هو امکان تام، حالا که اینا دو تا با هم مقابل هستند، این دو تا منظور چیه؟ معقول و همراهیش، معقول و همراهیش، این دو تا مقارنت دارن. حالا که مقارنت دارن تعقل دارن، مگر تعقل چیه؟ این از چیزی نزد مجردی باشه، چیزی نزد مجرد، و اگر چیزی نزد مجردی باشه، این مجرد عاقل اون چیز هست. توجه داریم؟ و امکان المقارنه و امکان التعقل، تمام شدن ایشون میفران. و فی حاصل وجه ابحاث مذکورتون فی کتبن العقلیه، این دلیل اشکالاتی داره که ما در کتاب‌های عقلیمون بیان کردیم. حالا من بعضی از اشکالاتشون میگم تا بدانید با تمام این حرف‌ها دارای چند اشکالی. اولین اشکالی که دارد این است که آقا احتیاج به این هم پیچ و خم نداریم، احتیاج به این همه پیچ و خم نداریم.
شما بگید آقا هر چیزی بیا همه مقدمات حذف کنید، اینطور بگید، بگید هر چیزی مجردی، هر مجردی همراه امور عام است و چون همراه امور عام است عاقل بودن، هر مجردی امور عامی همراه و چون همراهشه حقیقت علم همینه. پس بنده که مجرد نفسم، نفس من مجرده، امور عامه که همراهشه تعقل میکنه، نفس من تعقل میکنه که علت هست یا معلول هست، تعقل میکنه شیعه شیعیست، من یه چیزی هم یه چیزی هستم، تعقل میکنم واجبم یا ممکنم. این دیگه سه تو مقدمه و این همه لقمه رو دور سر چرخوندن نداره. شما از اول بگید آقا هر مجردی امور عامه همراهشه و چون همراهشه تعقلش میکنه، زیرا تعقل چیزی جز حضور حصول نیست. به این دست کنیم میخوام اثبات کنیم خداوند نسبت موجوده، خداوند هم همینطوره، خداوند مجرده درست و امور عامه همراهشه، خداوند این امور عامه که همراهشه تشخیص میدهد. علیت با خداست، همراه با تقل روزه این روحا علیت خدازه خدا و علیت رو علیت معقول باشه در این صورت هم مثل قسم اول بحث هم باید از کردم دیگه. احتیاج ما به مقدم ستا مقدم نمیخوام، شما چرا میگید کلو مجردن معبودن وحده، کلو معبودن وحده معبودن معقیده، کلو معبودن معقیده فوق آقلنده، شما از همین معن استفاده کن مقدم آخر مثلا کلف رو بکن دیگه، بگو هر مجردی یه سلسل امور عامه همراهشه، وقتی همراهشه علمی، هم علمی، مگر میشه چیزی همراه مجرد باشه حصول نزدش باشه و علم نداشته باشه؟ پس سلسل امور عامه رو علم نداره، یکی اشکالات دیگه همینه عرض بکنم. اینه پس الاشکال الاول این که این سه مقدمه طول و تفصیل بی جهت هست، همون مقدمه سوم به چسبه مسئله حله درست. اشکال دیگر این است که این ثابت میکنه هر مجردی امور عامه رو بدونه، ماورا این ثابت نمیکنه، خداوند میداند انه علت للموجودات، خداوند میداند ذاتش واجبه، خداوند میداند شیئه، این مقدار غیر خودش میدونه، این مقدار غیر خودش میدونه، اما اجسام و فلک و عنصر و ماده و اتم و کهکشان اینا رو میدونه. این دلیل شما این مطلب رو ثابت نمی کند، مطلب شما ثابت نمی کند علمشو به ما و امور عامه، فقط خیلی ضرب شست این دلیل داشته باشه علم خداوند رو به امور عامه ثابت کن. یثبت علمه تعالی به چی؟ به الامور العامه. معلومیتی که از امور عامه هست بله؟ معلومیتی که از امور عامه هست بله، ولی معلومیت با خدا نیست، اونی که با خودش هست میدونه. علیت که باشه علم به علم مستلزم علم معلول است. اون برگشت یه دلیل دیگه میشه، خب برگشت این دلیل سوم دلیل دیگه روزه برگشت دلیل سوم، ما میخوام دلیل دوم از کنیم، شما میگه علم به علم معلوله، اون دلیل سومه. خدا بگم که علت هسته هم دونستن علت مستلزم علم لازمه شه معلول هم شه، یعنی از باب اضافه طرفه، اما لازم نیست به جزئیات معلومات معلولات آگاه باشه، جزئیات رو ثابت نمیکنه، خدا همه چیز میکنه. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این سخن این است که همش بر محور امکان دور میزنه، کل ما یوم که نه اندکونم معبولن وحده ام که نه اندکون معبولن دوره، کل ما ام کن ان یکون محبودن غیره، ام کن ان یکون آخرین در همش ام کن است. شما آخرین
ضربش هستی که در این دلیل نشان میدید امکان رش فعلیتش ثابت نکردید. باید یه مقدمه دیگر از خارج بزنیم چشمش تا اینکه درست بشه، فعلیت درست بشه، و الا هرچه بود امکان بود. توجه فرمایید. البته اگر ما میخواستیم کتابی بنویسیم در باره علم باری تعالی هرگز این دلیل را ذکر نمیکردیم، تا اینکه این دلیل با این همه پیچ خمی که دارد محصول درستی نداره. حداقل از سه جهت قابل خدش است. یکی این است، این مقدمات ثلاث زائده، همون مقدمه سوم به پرورانی کافی است، این اشکال اول. اشکال دوم این است که این اثبات بیش از امور عامه رو نمی کنه. خداوند امور عامه رو می دانه که مربوط به خودشه. سوم این که تمام این دلیل شما بر محور امکنا بود. بحث اثبات امکان علم خداوند بود. فعلیت از این در نمیاد مگر مقدمه خارجیه به اون زمینه بشود. درست؟ ما دارم چون در متن کتاب انسان متن کتاب رو بفهمه، اشکالاتش هم بفهمه، خودش این کمکیست برای اینکه مسلط انسان بر تجزیه و تحلیل در سخنان پیشینیان بشود و بدان اونها چگونه می اندیشیدن در مسائل و ما چگونه باید بیاندیشیم. فکر می کنم بحث بعد رو نخونیم امروز، کافیه برای امروز رو بکنم بحث بعد رو. خدا رحمتش.